با سلام به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری، امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. در برنامه دیگر از مکس از سری برنامه های تلویزیون برابری همراه با رفیقم آرش کمانگر در خدمتتون هستیم. جایگاه ستم ملی در خیزش انقلابی ژینا و زبان الکن بخشی از چپ، همونجور که میدونید در آستانه دومین سالگرد خیزش ژینا هستیم، خیزش زن زندگی آزادی که علاوه بر اینکه به طور بسیار وسیع تمامیت ایران رو تکان داد و ماها رژیم رو در به قول من منگنه خودش قرار داده بود که حتی این احساس سرنگونی اون رو به دست پا انداخت و باعث این شد که در نهایت به قول معروف خشونت برای مقابله با این خیزش انقلابی بر بیاد. ما میخواییم ببینیم که با توجه میدونید که به هر حال در طی این خیزش ملیت‌های مختلف، ملل مختلف ساکن ایران همگی شرکت داشتن، کردها، بلوچا، عربها، آذریها و همه مللی که در ایران هستن، ترکمنها، نمیدونم کلیت ایران در این خیزش به قول معروف شرکت داشتن. طبیعتا در کنار این مسئله سرنگونی به اصطلاح جمهوری اسلامی، نظام سرمایه‌داری، مسئله خود ملل هم در اینجا مطرح بود، یعنی ستمی که بر ملل مختلف ایران روا شده در تمامی دوران، چه در دوران به اصطلاح نظام رژیم پهلوی و چه در این 45-6 سال گذشته از طریق جمهوری اسلامی و در کلن در تاریخ ایران این مسئله ستم ملی همیشه در مورد متاسفانه ملل مختلف ایران وجود داشته و همیشه به یک شکل علاوه بر اون ستمی که در کلیت ایران وجود داشته، یک ستم مضاعف هم در مورد ملل مختلف ایران همچنان وجود داشته. خب ما در ارتباط با این مسئله میدونیم که خب مسئله خود ستم ملی به شکل‌های مختلف در زمینه‌های مختلف خودنمایی میکنه. وقتی که فرض کنید مثلا مسئله تعیین حق تعیین سرنوشت برای ملل مطرح میشه که یک حق دموکراتیکه به قول معروف هست که میتونه در کنار حقوق مختلفی که در مورد انسانهای ساکن یک مملکتی و در بین ملل مختلف وجود داره، از جمله این حق هم خودنمایی میکنه که آیا نسبت به این مسئله نیروهای مختلف چگونه برخورد میکنن. فرض کنید وقتی مثلا حق تدریس به زبان مادری مطرح میشه، نگاه ها به این قضیه چیه و به خصوص مسئله ما در ارتباط با نیروهای چپ مطرح است که میخواییم ببینیم که چپ کلن نسبت به این مسئله چگونه نگاه میکنه. آیا به طور کلی معتقد به این به اصطلاح برای زدودن به اصطلاح این ستم ملی آیا حاضر هست یا این حق رو در اونها میبینه که به هر دلیلی، اصلا ما میگیم به هر دلیلی ملیتی به خود معروف بخواد که حق تعیین سرنوشت خودش رو عملی بکنه و آن چیزی رو که خودش مد نظرش هست بدون اینکه ما بخوایم تحمیل بکنیم به اون، بدون اینکه ما بخوایم این فکر رو بکنیم که فرض کنید این حق تعیین سرنوشت چه آینده‌ای رو بر اونها رقم خواهد زد، ما به جای اونها تصمیم نباید بگیریم. آیا این رو میذاریم در اختیار اون ملتی که اون مللی که میخوان خودشون بر سرنوشت خودشون حاکم بشن و تعیین کنن که چگونه به قول معروف آینده رو برای خودشون رقم بزنن؟ آیا به این مسئله به این شکل نگاه میتونیم بکنیم یا نه؟ مثلا فرض کن ما هستیم که بهشون تحمیل بکنیم و اعلام بکنیم که این چنین مسائلی ممکنه به وجود بیاد و اینا. ما میخواییم امشب
به این موضوع بپردازیم. یعنی در وهله اول عرض کردم مسئله ستم ملی در کلیتش و در کنارش مواردی که حقوقی که مردم مختلف در ملیت‌های مختلف میتونن در این زمینه داشته باشن. رفیق آرش به برنامه خودت خوش آمدی. تم برنامه‌مون مشخصه، مختصری هم من برای گشایش بحث امشبمون به بینندگان عزیزمون عرض کردم و حالا گوش میکنیم به نگاه تو، نظر تو در این ارتباط و بریم جلو ببینیم که چه نتیجه. طبیعتا این بحث خیلی وسیعه، خیلی وسیع‌تر از اونیه که این برنامه یک ساعته ما بتونه جوابگوی این باشه. ما امیدواریم که بتونیم به اصطلاح در برنامه‌های دیگر به این مسئله به طور وسیع‌تر بپردازیم. حتی من تا جایی که میدونم برنامه تلویزیون برابری در صدد راه اندازی برنامه دیگری از اون که در حال حاضر که برنامه‌هایی رو داره به شکل مشخص برنامه دیگری هم در صدد راه اندازی هست که از جمله شنیدم که نسبت به این موضوع مشخص، یعنی مسئله ملل میخواد، مسئله ملی و ملل میخواد به طور متمرکز به اصطلاح برخورد کنی، که امیدواریم با راه اندازی اون شاهد به اصطلاح شکافتن بحث در زمینه‌های مختلف مربوط به ملل رو به اصطلاح شاهد باشیم. خواهش میکنم. فیروز جان من درود میفرستم به تو و همچنین به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. همونطور که خب همه مطلعن، عظیمترین خیزش انقلابی طول حیات 45 سالی جمهوری اسلامی به دنبال قتل حکومتی ژینا مسا امینی در 25 شهریور 1401 رخ داد و بعد به دنبال خاکسپاری او در آرامستان آیچی سقز که مادرش همونجا گفت ژینا جان نامت رمز خواهد شد و اون شعار زیبای ژن ژیان آزادی، زن زندگی آزادی هم اونجا سر داده شد که تبدیل شد به یکی از شعارهای اصلی کل اون خیزش در ماهای آتی. همونطور که میدونید خود خانواده ژینا امینی هم مطرح کرده که وقتی ژینا متولد شده بود اونها رفته بودن ثبت احوال که این نام کردی زیبا به معنای زندگی، مثلا زنده بودن و زندگی هست، رو انتخاب کرده بودن، ولی اداری ثبت احوال جمهوری اسلامی نپذیرفت که اونا این اسم رو برای او انتخاب کنن. مجبور شدن اسم فارسی مهسا رو براش انتخاب کنن. البته مهسا هم اسم قشنگیه، ولی این چه جامعه‌ایه که به شهروندانش حق نمیده که به زبان مادری خودشون صحبت کنن، اسامی مورد دلخواه خودشون رو برای خودشون اختیار بکنن، لباس محلی خودشون رو بپوشن، موسیقی مورد علاقه خودشون رو ترویج بکنن و اجرا بکنن و بسیار دیگه. که این ناشی از چیه؟ ناشی از نوعی از تبعیض و سرکوب سیستماتیک در ایرانه که فقط مخصوص جمهوری اسلامی هم نیست، بلکه در تمام دوران شاه خاندان پهلوی هم وجود داشت. زمانی در دوره قاجار اصلا اسم ایران بود ممالک محروسه ایران، مثلا همین خوزستان اسمش بود عربستان، درست؟ و به قول معروف اینجوری نبود که مثلا بیان فرض یک ملت، یک زبان، یک فلان رو مثلا حاکم بکنه. با شکل با کودتای اسفند 1299 که رضاخان اومد سر کار و بعد شد پادشاه، اونجا ما شاهد شکلگیری یک شوونیزم فارس محور بودیم و انکار کثیرالمله بودن ایران، مردم ایران و اینکه یک ملت، یک زبان، یک فلان. به همین ترتیب شاهد سرکوب بیامان ترکمنها، کردها، بلوچها، لورها، عرب ها و غیره در تمام اون دوران خاندان پهلوی بودیم و یکی از حقوق ابتدایی همه انسان های جهان که سازمان ملل هم اون رو به رسمیت شناخته و 21 فوریه رو روز زبان مادری اعلام کرده، بخش های وسیع از ملل، از جمعیت 90 میلیونی ایران گفته میشه که اکثریت این جمعیت غیر فارس هستن،
یعنی جزء ملیت هایی هستند که به زبانی غیر از زبان فارسی صحبت می کنند و غیر فارس هستند. یعنی در کشوری که اکثریت اون غیر فارس هستند، مردمانش از حق آموزش به زبان مادری برخوردار نیستن. و میدونیم که این روز بین‌المللی از کجا اومد، به دنبال مبارزه، تو اون برنامه‌ای که در مورد بنگلادش داشتیم توضیح دادیم که به دنبال مبارزه دانشیان و مردم بنگلادش که اون زمان پاکستان شرقی بود زیر سلطه پاکستان غربی بود، که خواهان به رسمیت شناختن تکلم به زبان بنگالی در کنار زبان اردو و انگلیسی بودن، به وحشیانه ترین شکل برگبار بسته شدن و کلی کشته شدن. بعدن که بنگلادش مستقل شد و تونست از پاکستان جدا بشه، خودش به سازمان ملل پیشنهاد کرد که این روز تاریخی که در دهه 50 میلادی رخ داده، مثلا بعدن سازمان ملل هم پذیرفت و ظاهرا هم اکثر کشورها این 21 فوریه رو میپذیرن. منتها در عمل کشورهایی مثل ایران، چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی، اون رو انکار. بنابراین به خیزش انقلابی ژینا که نگاه میکنید، حالا خودت گفتی جدا از مطالبات ضد سرمایه‌داری و شعارهایی که علیه فقر، فساد و نابرابری طبقاتی داده میشد، شعارهایی که علیه استبداد چه سیاسی و چه دینی داده میشد، شعارهایی که علیه تبعیضات جنسی، جنسیتی و آپارتایت به اصطلاح مردسالارانه ای که در ایران حاکم هست داده میشد، در کنار اون هم ما شاهد وزن بالای مطالبات برابری طلبانی ملیت های تحت ستم و تبعیض در ایران بودیم، به ویژه مثلا در قالب شعارهای کرد، بلوچ، آذری، آزادی، برابری، نه سوخبری، نه کولبری، آزادی، برابری و شعارهای دیگه، یه شعارهایی که به اصطلاح مثلا چیه، در رسای شجاعت و قهرمانی مردم کردستان داده میشد در سراسر ایران، یا شعارهایی که در رسای مقاومت و مبارزه درخشان مردم بلوچستان داده میشد. ما به وضوع این همبستگی مردمی و ملی رو ما در سراسر ایران به صورت چیه میدیدیم. یعنی در واقع اون شوونیزم فارس محور، اون تحقیر و تبعیض سیستماتیک ملیت‌های تحت ستم در جریان خیزش انقلابی ژینا تا حدود زیادی رنگ باخت و بسیاری از مردمان ایران شاید حتی برای نخستین بار پای درد دل مردمان تحت ستم و تبعیض بلوچستان شد. حالا با کردستان یه مقدار آشنا بودن، یا در شورش ها و قیام های قبلی مثلا فهمیدن که اصلا ما بخشی از قابل توجه از مردمان جنوب و جنوب غربی ایران عرب هستند، که با اون که روی گنجی از ثروت های مختلف از جمله نفت و گاز و انواع و اقسام به قول معروف نعمت‌های طبیعی قرار دارند، از ابتدایی ترین حقوق محرومند، یعنی از شغل مناسب، در فقر و بدبختی و فلان اینا، این سدسازی ها و این خشکاندن تالاب ها و که حتی اون به اصطلاح روزی و اون شغل مشاغل و زندگی خیلی فقیرانی رو که داشتن اون رو هم داره ازشون به اصطلاح چیه میگیره و به شدیدترین شکلی اونها رو، یعنی شما در جریان خیزش انقلابی وحشیگری و فاشیزمی رو که حالا در سراسر ایران وجود داشت، منتها در کردستان، بلوچستان و بخشهایی از خوزستان تو شما این رو دوبل میدیدید، یعنی چند برابر اون خشونتی که در تهران و من میدونم اصفهان یا شیراز رو شما شاهد بودید، مثلا چندین برابرش رو به اصطلاح در کردستان و بلوچستان و جایی که ملیت‌های تحت تبعیض و ستم هستن رو مشاهده می‌کردید. مثلا در یک نمونه فقط در همون مسجد به اصطلاح زاهدان، مثلا چیکار کردن، مسجد اهل سنت زاهدان بیش از 100 نفر رو در یک روز قتل عام کردن، که خود همون باعث شد به جمعه های اعتراضی مردم بلوچستان، حتی اون زمان که سایر شهرهای ایران خیزش انقلابی زن زندگی آزادی فروکش کرده بود، در زاهدان حداقل در بلوچستان ما شاهد تداوم جنبش بودیم. بنابراین ایرانی که میخواد از شر
رژیم استبدادی دینی زنستیز هوموفوبیک جنایتکار علیه محیط زیست سرمایه‌داری خلاص بشه، باید حتما در منشور، پلتفرم و برنامه خودش برای مسئله شوونیسم، یعنی مسئله ستم و تبعیض علیه ملیت‌های غیر فارس که از ستم مضاعف، کل مردم ایران، خب یک سری ستم ها هست مثل نابرابری طبقاتی، استثمار یا استبداد، همه رنگ میبرن، یا مثلا حکومت تئوکراتیک و دینی، ولی یک سری ستم ها هستن که مضاعفن. مثلا ستمی که زنان ازش رنج میبرن رو مردان نمیبرن، یعنی یک ستم مضاعف رو دارن تجربه میکنن، ستمی رو که به اصطلاح کسایی که گرایش جنسی متفاوتی از گرایش غالب دارن، همجنسگرایان، دوجنسگرایان، ترانس ها و جامعه کویر، اینها از ستمی که از زاویه هوموفوبیا برشون وارد میشه رو همه اقشار 90 میلیونی ایران تجربه نمیکنن. این مسئله در مورد ملیت های تحت ستم و تبعیض ایران هم صدق میکنه، یعنی ستمی که بر اونها مضاعف میشه یک ستم چیه؟ دوبل هست، که شاید به همون شکل مثلا یک شهروند فارس اون رو تجربه نکنه. بنابراین به همین خاطر شما اگر قاطعانه در کنار مبارزه برای آزادی، برابری زن و مرد و عدالت اجتماعی، دموکراسی عمیق فلان، برای رفع لغو و انهدام شونیست و برابری کامل ملیت ها و حق تعیین سرنوشت ملت ها مبارزه نکنید، مبارزتون لنگ میزنه. در واقع جزئی از گفتمان به اصطلاح شونیستی حاکم خواهید بود که توجهی به خواستها، مطالبات و نیازهای بخش وسیع از جامعه ایران که از قضا اکثریت هم هستن، توجه لازم رو مبذول نمیداره. حالا ما مثلا تو این برنامه مثلا گفتیم زبان الکن بخشی از چپ، ما الان به این میپردازیم، باز اینکه تو تیوز جان رشته سخن رو به دست گرفتیم، نظر خودتو در این زمینه بگی، ما حالا اون جریانات راست و اولترا راست رو فاکتور گرفتیم که اصلا اونا چیزی، مثلا سلطنت طلبان اصلا چیزی به نام ملیت‌های تحت ستم ایران کثیرالملل رو به رسمیت نمی‌شناسن. ما که یه ملت داریم، یک زبان داریم و سلام اینا. اونای دیگه منم اقوام و من نمی‌دونم طایفه و لهجه و فلان و این چیزا هستن. یعنی به هیچ وجه حاضر نمی‌دونم دوران حکومت خودشون، چه رضا شاه چه معمر رضا شاه، به اثبات رساندن. الان هم حتی برای براندازی جمهوری اسلامی مبارزه میکنن، حاضر نیستن این رو در منشور و مطالبات خودشون بگنجانند که ایران کشوری است چند ملیتی، کثیرالمله، که بخش‌های وسیعی از این مردمان تحت ستم مضاعف هستند که اسمش هست شوونیسم به اصطلاح فارس محور، و باید با این مقابله کرد. بنابراین اصلا من حالا کار ندارم مثلا فرض بگیر آقای کوروش زعیم که سخنگوی اصلی جبهه ملی در داخل کشوره، که اصلا میگه که مثلا آموزش به زبان مادری رو قبول ندارم، حق آموزش به زبان مادری رو قبول ندارم، و این باعث به اصطلاح تکه تکه شدن ایران یک پاچی عزیز ما میشه و فلان اینا. یعنی بخشی از جمهوری خواهان و کل طیف سلطنت طلبان، اینها که به اصطلاح جزء نیروهای راست محسوب میشن، که اصلا منکر این قضیه هستن. ولی چپ هیچ وقت اینجوری نبوده، از دوره مارکس تا لنین تا کنون همواره مارکسیستا، کمونیستا، سوسیالیستا به مسئله تبعیض و ستم ملی و شونیز توجه داشتن و تقریبا در برنامه همه احزاب کمونیست و سوسیالیست و انقلابی مسئله حق تعیین سرنوشت ملل، از جمله حق جدایی، به رسمیت شناخته شده بوده و حق آموزش به زبان مادری. اما متاسفانه بخشی از چپ به این مسئله توجه نداره که به این باید بپردازیم. من مثل خودت بگم که اصلا ما منظورمون اینجا بحث در ارتباط با مسئله چپ، در ارتباط با کمونیسم نسبت به این قضیه مشخص، حقوق ملل در
جوامعی که به اصطلاح ملیت‌های مختلف هستند چگونه به این مسئله از نگاه چپ باید نگاه کرد، یعنی از نگاه مارکسی چگونه ما نسبت به مسئله حق تعیین سرنوشت یا زدودن مسئله همون ستم ملی و مواردی در این ارتباط رو ما چگونه نگاه کنیم. ما همجوری که من اول بحث هم عرض کردم، مسئله حق تعیین سرنوشت رو ما یک حق دموکراتیک میتونیم، چنانچه فرض کنید مثلا حق سخت جنین رو حق دموکراتیک میتونیم، حق فرض کنید آزادی بیان رو حق دموکراتیک میتونیم، یا مثلا فرض کنید خیلی مواردی رو توی این زمینه اینم به همون نسبت نگاه میکنیم، یعنی به عنوان یه حق دموکراتیک میبینیم. ما میخواییم ببینیم که آیا همه چپ نسبت به این قضیه به طور یکسان نگاه میکنه، چون پیشروان مارکسیسم دقیقا در ارتباط با این مسئله به طور یکسان نگاه کردن. به اونا اینجوری نبوده که فرض کنید شرایط بر اساس شرایط خاص فرض کنید مثلا برای ملل حقی رو قائل باشن، یعنی یک نگاه کلی دارن در ارتباط با ملیت‌ها و این شرایط خاص رو در اجرای اون هست که خود ملل میتونن به قول معروف بر اساس شرایط محیطی خودشون تصمیم بگیرن که این رو چگونه به قول معروف به اجرا بذارن. ولی این که کمونیستا چگونه به این قضیه نگاه میکنن استثناء وجود نداره، یا در بین ملل استثناء قائل نیستن. فرض کنید در جامعه ایران که عرب ها وجود دارن، کردها وجود دارن، آذری ها، بلوچ ها، گیلک ها، نمیدونم ترکمن ها و فلان اینا، اینجوری بگیم که فرض کنید شرایط بلوچستان ایجاب میکنه که ما حق تعیین سرنوشت رو قائل باشیم، ولی در مورد مثلا کردستان نه، موقعیتش ایجاب نمیکنه به اونجا فرق. یعنی یه استثناءات اینجوری رو قائل نیست. به شکل کلی مسئله حق تعیین سرنوشت، مثلا اگر فرض کنید یک جامعه‌ای باشه که عدالت اجتماعی به طور کلی عملی شده باشه، ما اونجا اصلا تعریفمون در رابطه با نگاهمون رو در این که تفاوت نداره، ولی نوع تبلیغیمون در ارتباط با این مسئله متفاوت. حالا ما که در این شرایط مشخص خاص ایران امروز هستیم، آیا ما کمونیستا وظیفه داریم نسبت به این مسئله به شکل تبلیغی اصلا به این قضیه نگاه بکنیم رفیق آرش؟ آیا ما باید مسئله حق تعیین سرنوشت رو تبلیغ باید بکنیم، یا با این که باید منتظر باشیم که فرض کنید ملل مختلف این رو مورد به اصطلاح درخواست قرار بدن و ما اونجا هست که وارد باید بشه، یا فرض کنید همونی که عرض کردم در یک موقعیتی که حق به اصطلاح عدالت اجتماعی وجود داره، آیا ما اونجا هم به همون شکل نگاه میکنیم که در زمانی که این حق به اصطلاح عدالت اجتماعی وجود نداره نگاه میکنیم؟ چرا که فرض کنید در بحثای پیش اومده میگن که وقتی که یک جامعه ملل رو مثل ایران رو در نظر بگیریم، با توجه به امکانات وسیعی که در جاهای مختلف ایران وجود داره، آیا ملل مختلف ایران به حق به اصطلاح یا به منافع خودشون با بودن در کنار همدیگه میتونن به اون حق به اصطلاح منافع عمومی خودشون برسن، یا نه جدا جدا مثلا بهتر میرسن؟ این یکی از اون بحثاییه که حتی توی خود چپا هم هست. من عرض کردم ما اون مسئله به اصطلاح نگاه سرمایه‌داری بورژوازی رو در این مورد بحث ما اون نیست، چرا که اونا همونجور که خودت گفتی اصلا منکر این قضیه هستن، به این قضیه به اون معنایی که کمونیستا نگاه میکنن نیستن. از این زاویه بریم وارد بشیم ببینیم که کمونیستا نسبت به این قضیه چگونه نگاه میکنن. ما توی برنامه های قبلی هم گفتیم جالبه که اینا یکی اصلا مخالف حق آموزش به زبان مادری هستن، مخالف حق تعیین سرنوشت ملل هستن، تمامیت ارضی رو کردن کلام مقدس، یک ملت یک زبان یک فلان. البته در سایر امور مثلا فرد به غذاهای خوشمزه میرسه، عاشق شوربای تبریزی و میرزا قاسمی شمالی و من نمیدونم قلیون ماهی جنوبی و غذاهای متنوعی که به اصطلاح پدگوشت مثلا در بلوچستان و غیره و اینا هستن. یعنی
اینجور چیزا یا حتی در زمینه رقص من دیدم و دائما برخی متاسفانه از شهروندان فارس میبر ما الفاظ خیلی زشتی رو در مورد عرب ها به کار میگیرن. حالا زمینی که اصلا حتی در ایران یک نفر عرب هم زندگی نمیکرد تو نوع چنین توهینایی بکنی، حالا در ایران که اصلا میلیون ها نفر صحبت سر اینه که عرب هستن، درست؟ خب تو چه حقی به خودت اجازه میدی تو این بود؟ اما اینا توی رقص و پارتی های خودشون شال هم میبندن به کمر، چنان رقص عربی زیبا هم از بقول معروف بزنم به تخته، خیلی هم زیبا میرقصن همین کسایی که توهین میکنن به عرب. ما نمیدونم الفاظ خاصی رو به کار میگیرن که ما لازم نمیدونیم اینجا به کار بگیریم. در موقع رقص مثلا از رقص شاید ترکی هم لذت میبرن، از رقص من نمیدونم قاسم آبادی هم لذت میبرن، رقص لزگی و رقص شکم عربی و من نمیدونم این چیزا هم لذت میبرن، درست؟ منتها وقتی میرسه به حقوق بنیادین این ملت های تحت ستم که از غذاشون لذت میبرن، از موسیقیشون لذت میبرن میرسن، به ویژه حق بنیادی، حق آموزش به زبان مادری، اونجا رگهای گردن شوونیستیشون میزنه بیرون و میگن یک ملت یک زبان، این قوم‌پرستیه، این ناسیونالیسم، این مولکول تفایفیه، این تبدیل ایران به ایرانستانه و از این صحبت ها به اصطلاح میکنن. اولا که باید به اینا گفت که حتی سلف دیترمینیشن، حق تعیین سرنوشت، بر این سازمان ملل با 200 کشور هم برش تحمیل شده و در منشور و میثاق های بین المللی و کنوانسیون هاش به اصطلاح هست. حالا کاری نداریم که بسیاری از دولت ها در جهان با این حق طبیعی و دموکراتیک به صورت دبل استاندارد برخورد میکنن. مثلا وقتی اکثریت مردم کاتالان که همون شهر زیبای بارسلونا اونجا هست، اکثریت رأی میدن که مثلا جدا بشن از اسپانیا، ابر و باد و ما و همه جهان علیهشون شورش میکنه. اما مثلا مردم کوزوو با 700 هزار نفر جمعیت که رفراندوم میکنن، آلبانی تبار هستن تو منطقه سربستان، از سربستان جدا میشن، آمریکا اولین کشوری که اونو به رسمیت میشناسه، یا مقدونیه شمالی یا مونتنگرو یا فلان و بهم. یعنی جهان سیاست سرمایه‌داری در دنیا جهان دبل استاندارد و معیارهای دوگانه و تبعیض‌آمیز، یعنی هر جا به نفعشون بود حمایت میکنه. یعنی اونجا که مثلا اسرائیل میاد ارتفاعات جولان که مال سوریه است، تمام جهان از جمله سازمان ملل میگه آقا مال سوریه است، اسرائیل میگه من میخوام به اصطلاح به خاک خودم برای ابد متصل بکنم که تحت اشغال اسرائیل بود، میبینیم ترامپ، دولت آمریکا در دوره ترامپ اولین کشوریه که اونو به رسمیت میشناسه. یا وقتی سازمان ملل میگه که بیت المقدس، اورشلیم، یه بخش شرقی داره، غربی شرقی مال فلسطینیاست، غربی مال اسرائیل هست، اسرائیل میاد میگه اورشلیم پایتخت ابدی و یک پارچه منه، آمریکا و دو سه تا کشور نوچه دیگه اولین کسایی هستن میان اونو بزنن. بنابراین شاهد یک نوع دبل استاندارد هستیم در جهان. ولی شما مثلا به خود تاریخچه جنبش سیاسی نگاه بکنید، مثلا فرد مارکس مثلا از جنبش ملی ایرلندیا علیه سلطه انگلیس حمایت میکرد، یا از جنبش برخی ملیت‌های تحت ستم در اروپای شرقی مثلا چیه حمایت میکرد. ولی اگر به اصطلاح واقع بینانه و موشکافانه نگاه بکنیم، به طور اساسی این در پس از انقلاب اکتبر و در سالهای پیش و پس از انقلاب اکتبر بوده که در حزب بلشویک و مشخصا در نظرات لنین این بس پخته شده. یعنی نگاهی که لنین داشت به حق تعیین سرنوشت ملت، جمله حق جو، یه حق دموکراتیک بود. مثالی هم که میزد میگفت که ببین، حق طلاق به مساوی یک حق انسانی و دموکراتیک باید به طور برابر هم برای زن هم مرد و اگر کسی خودش رو فراجنسیتی میدونه مثلا الان به رسمیت شناخته بشه. به رسمیت شناختن حق طلاق به این معنا نیست که من از امروز به همه کسایی که با هم مزدوج هستن و متأهل هستن بگه آ بری طلاق بگیری تا این حق دموکراتیک رو پرت. نه، ما از اتحاد و به اصطلاح از برخورد مثلا زندگی مشترک دفاع میکنیم. اینا همه راه‌های که وجود داره
از روانکاوی، روانپزشکی، خود پزشکی تا مشاوری حقوقی تا فلان رو به کار میگه، اگر به این نتیجه رسیدن که تحت شرایط زندگی مشترک امکان پذیر نیست، میتونن از هم جدا بشن. بر اساس شناختن حق طلاق مثل حق تعیین سرنوشت به معنای تشویق اینکه هر کس یک اقلیت ملی هست و فرداش بزنه بره برای خودش کشور مستقل ایجاد بکنه نیست، به رسمیت شناختن این حق. ما خودمون ضمنی که در برنامه سازمان ما از همون کنگره اول حق تعیین سرنوشت ملل جمله حق جدایی موجود هست، ولی همواره طرفدار اتحاد داوطلبانه کارگران، زحمتکشان و مردم ایران بود و میگفتیم که نفع همه ملیت ها و مردمان ساکن ایران هست که در یک جامعه آزاد و برابر از حقوق کامل شهروندی برخوردار باشند. خوشبختانه هم شما حتی به تشکل‌های متعلق به اقلیت‌های ملی ایران هم نگاه بکنید، اکثریت غریب اتفاقشون همینو میخوان. یعنی میگن آقا به ما حقوق شهروندی برابر بدید، به ما به اصطلاح اجازه بدید که به جای اینکه از پایتخت تهران برای ما استاندار و وکیل و وسیل تعیین کنید یا به ما تصمیم بگیرید که ما بودجمون چجوری صرف بکنیم، ما در یک خود حکومتی مثلا چیه دموکراتیک داشته باشیم. حالا گروه ها و احزاب مختلف اسامی مختلف خود روش میذارن، که خودمختاری اسمش میذاره، که فدرالیزم اسمش میذاره، فدرالیزم سیاسی ملی و فلان اینا. ما در کنگره 21 دنبال این بحث هایی که حول بحث فدرالیزم بود، قطعنامه‌ای رو که تصویب کردیم، گفتیم الگویی که ما ازش دفاع میکنیم یک فدرالیزم شورایه، یعنی که به اصطلاح حتی المقدور همه مناطقی که ملیت و زبان مشترکی دارند، که از رژیم شاه گرفته تا رژیم جمهوری اسلامی سعی کرد از طریق تقسیم اونها به استانهای متفاوت همبستگی اونها رو زائل بکنه و در هم بشکنه، به اصطلاح با انتخاب خودشون بتونن یک استان یا یک جمهوری به اصطلاح خودحکومتی دموکراتیک رو ایجاد بکنه. درست؟ یعنی یک ترکیبی از فدرالیزم سیاسی و ملی ممتاز با ساختار شورای. یعنی در واقع وقتی ما صحبت از فدرالیزم شورایی میکنیم، بخشی از پروژه خودحکومتی دموکراتیک توده ها هست و مبارزه با دولت قدر قدرت مرکزی که از شیر و مرغ تا جان آدمیزاد برای سراسر کشور مسئله تعیین میکنه و تصمیم میگیره. بنابراین ما از ضمن دفاع از حق تعیین سرنوشت ملل، حالا اینکه ممکنه مثلا بگه آه شما که از اتحاد داوطلبانه کارگران زحمتکشان دفاع بکنی، از یک ملتی مثلا ملت کرد، ملت بلوچ تصمیم بگیرن در یک رفراندوم جدا بشن، شما چیکار میکنید؟ ما میگیم تحت هیچ شرایطی شما حق ندارید، اگر نتوانستی از طریق استدلال، روشنگری و دادن حقوق برابر شهروندی اون ملت، اون اکثریت اون ملت رو قانع بکنی که در چارچوب ایرانی آزاد و برابر زندگی بکنن، حق نداری با لشکرکشی و سرکوب و جنایت که معنای جز قتل عام و نسل‌کشی نخواهد داشت، اونها رو به زور در چارچوب جغرافیای ایران نگه داری. درست؟ حالا من کار ندارم. خب حالا ببین، شما مثلا در تاریخ ایران هم نگاه بکنید، از دوره حیدر اموغلو که یکی از برجسته ترین رهبران جنبش چپ آذری و کل ایران و حزب کمونیست بود، که مثلا چقدر به مسئله ملیت ها توجه داشت. در دوره پیشوری که خودش یک کمونیست برجسته بود، دیدیم چگونه مثلا جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان در 1325 به بیرحمانه ترین شکلی سرکوب شد. حکومتی که در عرض یک سال حکومتش حق رأی رو به زنان داده بود، آموزش عمومی رایگان رو برقرار کرده بود و بسیاری اقدامات بهداشتی و مصادره زمین‌های فئودال‌ها و زمینداران بزرگ و تقسیم، یعنی اقداماتی که مثلا ده ها سال بعد، چه می‌دونم دو دهه بعد، رژیم شاه اومد از حق رأی زنان گرفته تا اصلاحات ارضی رو متعقب کرده بود، اونا به اصطلاح چیکار کرده بودن، انجام داده بودن. یا مثلا شما آثار صمد بیرنگی، نویسنده و معلم بزرگ آذربایجان رو بخونید، مثلا ببینید اون کتاب کندکاوی در مسائل تربیتی ایران، دقیقا خودش معلم هم روستاها و مناطق بومی تبریز از ممقان تا قیرو اینا بود، با گوشت و پوست خودش
احساس کرده بود و خودش با اونا زندگی کرده بود که چه زجری میکشه یه کودکی که تا 6 سالگی پدرش مادرش بهش گفته مثلا آب میشه سوپ، نان میشه چرک، مثلا اینو یه مرتبه میارن انگار که مثلا من رو تو رو ببرن مثلا کجا ببرن ژاپن، یه مرتبه از روز اول بنشونن کلاس مثلا معلم شروع کنه به تدریس به زبان ژاپنی. ببین چه زجر و بدبختی رو میکشه که دقیقا او به این مشکلاتی رو که شوونیسم و آموزش عمومی و مبتنی بر شوونیسم فارس محور برای ملیت‌های تحت ستم ایران و جمله ملت بزرگی مثل ترک‌های ایران ایجاد کرده بود که خودت هم از ترک‌های ایران هستی، مثلا اون رو قشنگ اونجا چیکار کرده بود؟ بررسی کرده بود، درست؟ و بنابراین تاریخچه درخشانی داره چپ. در جریان انقلاب هم ما دیدیم، ما در جنبش ترکمن صحرا، حالا جدا از اینکه یک جنبشی بود برای کشت شورایی و مصادره زمین‌ها و یک جنبش دیقانی بود، جنبشی هم بود برای احقاق حقوق ملی، فرهنگی و دموکراتیک خلق ترکمن که دوری رضاخان تا کنون تحت ستم و سرکوب بودن. یا مثلا شما در کانون فرهنگ سیاسی خلق عرب و اهواز اساسا چپ‌ها بخش عمده فعالین اون رو تشکیل میدادن که همین استاندار تیمسار مدنی و جمهوری اسلامیش به بیرحمانی ترین شکلی اونها رو چکار کردن؟ سرکوب کردن. همین سرکوب رو علیه ترکار میبینیم، همین سرکوب رو علیه بلوچ ها میبینیم و غیره. و بنابراین مثلا تاریخچه درخشانی داشت، حتی در جنبش کردستان کومله که یک جریان کمونیستی بود و کماکان هست، مثلا چه نقش ارزندی داشته جدا از سازماندهی مبارزه طبقاتی در مبارزه علیه شوونیسم و ستم ملی که کماکان هم به اصطلاح چیه ادامه داره. متاسفانه از یک دوری بخشی از چپ اومده تحت عنوان مبارزه با ناسیونالیسم، قوم‌پرستی و فلان اهمیت مبارزه با حق برای حق تعیین سرنوشت ملل رو از برنامه خودش حذف کرد. حتی حاضر نیست حتی آموزش به زبان مادری رو به رسمیت بشناسه. مثلا زندیات منصور حکمت صرفاً به این دلیلی که در حزبش اون زمان کردا بخش مهمی رو تشکیل میدادن، گفتن آقا ما در ایران یه مسئله بیشتر نداریم، اونم مسئله کردستانه که اونم با رفراندوم آری یا نه، یعنی میخوای در چارچوب ایران بمونی یا جدا بشی، حل و فصل میکنی. بعد همون زمان ما اینا رو نقد میکردیم، اونا بس تکلیف مردم بلوچستان چی میشه، مردم عرب چی میشه، مردم ترک چی میشه، ترکمن چی میشه، لور چی میشه، من نمیدونم ملیت های تحت ستم دیگه چی میشه، که میگفت نه مسئله ایجاد نکنید، ما یه مسئله در ایران بیشتر نداریم در رابطه با این حقوق ملیت های تحت، اونم مسئله کرد. یعنی چون سنبه کردها در حزبش کرزور بود، فقط حاضر شده بود لطف بکنه اینه. خب این دیدگاه رفیق منصور حکمت و حکمتیستای به اصطلاح پیرو او دقیقا در ضدیت آشکار با بولشویسم و به ویژه دستاوردهای انقلاب اکتبر هست که خودشون رو مدافع اون میدونن. شما وقتی انقلاب اکتبر 1917 رخ داد چیکار کردن؟ استقلال فنلاند و لهستان رو به رسمیت شناختن، جدا شدن. کلیه دیون رژیم شاهنشاهی ایران به تزاری رو بخشیدن، درست؟ هرچی غرامت و وام و پام و اینا گرفته بود همه رو دولت بولشویکی پس از انقلاب اکتبر بخشید به رژیم ایران. و جمهوری ها و ملت های مختلفی که در چارچوب اتحاد جماهیر شوروی باقی مونده بودن، هر کدام جمهوری خودمختار داشتن که با به همراه فدراسیون روسیه که اونم به صورت همین واژه فدرالیسم شورایی رو ما از همون روسیه گرفتیم، یعنی خود روسیه که بزرگترین جمهوری اتحاد جماهیر شوروی بود، از اونجایی که یک سری ملت‌های کوچک هم درش وجود داشتن، خودش به صورت فدراتیو یعنی فدرالیسم شورایی اداره میشد. بعد این ترتیب اتحاد جماهیر شوروی از 15 جمهوری که حق آموزش به زبان مادری در تک تک اینها به رسمیت به اصطلاح شناخته شده بود و هر کدام پارلمان و حکومت خودشون رو داشتن و خودشون امورات خودشون رو اداره می کردن وجود داشت. حالا من کار ندارم که مثلا بعدها
در دوره استالین به ویژه ما شاهد یک سری فجایع بودیم. مثلا تاتارها را از کل شبه جزیره کریمه کوچ دادن، کوچ اجباری آوردن در مناطق دیگر روسیه. همون کاری که رضاخان با کیا کرد؟ با مثلا ایلات لور کرد و اینا را به زور کوچ داد، به خاطر مبارزه جویشون کوچ داد، آورد دشت قزوین، مثلا جلیلوند، کاکاوند، قیاسوند اونجا را مساحل کرد. یا کردها را همون باز رضاخان کوچ داد اجباری از مناطق کردنشین، آورد مثلا در کوهستان‌های شمال مثلا گیلان، در اون کوههای دیلمان و فلان و اینا، از منطقه کوههای دیلمان به اصطلاح از حد فاصل سیاکل بگیر تا رودبار رو اونجا مثلا چیکار کرد؟ اسکان داد. یعنی کوچ اجباری و سرکوب این هم مثلا در دوره استالین شاهد میشیم، ولی این ربطی به اون برخورد بسیار انسانی و دموکراتیکی که سوسیالیستا نسبت به حقوق ملت‌های تسلیم داشتن. شعارشون هم این بود: ملتی که بر ملت‌های دیگر ستم روا می‌دارد خود نمی‌تواند آزاد باشد. حالا چندی پیش مثلا سازمان ما می‌خواست با همراه چند حزب و سازمان دیگه یک اعلامیه منتشر کنه که در اون حق آموزش به زبان مادری بود، و یکی از همین جریانات مدعی کمونیست گفت که ما حاضر نیستیم این چنین اعلامیه رو امضا بکنیم. شما چه کمونیستی هستی؟ چجوری خودت رو پیرو من نمیدونم آموزه های مارکس و لنین و غیره میدونی که حاضر نیستی از حق تعیین سرنوشت ملل و از حق آموزش به زبان مادری دفاع بکنی؟ بنابراین چپ ایران باید فقط پرچمدار مبارزه طبقاتی کارگران علیه سرمایه‌داری نباش، باید پیشتاز مبارزه علیه آپارتاید جنسیتی هم باش، پیشتاز مبارزه برای حفظ محیط زیست هم باش، پیشتاز مبارزه علیه هوموفوبیا و برای دفاع از حق گرایش جنسی باشه، و همچنین پیشتاز مبارزه علیه شوونیسم و برای حقوق ملیت‌های تحت ستم ایران که نقش برجسته‌ای در خیزش انقلابی ژینا داشت. هر کس، هر نیروی بوی از انسانیت برده میخواد در دومین سالگرد خیزش انقلابی ژینا یاد اون خیزش و مطالبات اون خیزش رو و پرچم اون خیزش رو بلند کنه، اگر درز بگیره مسئله شوونیسم، مسئله ستم و تبعیضات ملی علیه اکثریت مردمان غیر فارس ایران رو، باید در آزادی خواهی و برابری طلبی او شک بکنه. میخواد طرف راست باشه، میخواد طرف چپ باشه. هم البته دقیقا همونجوری که گفتی و منم توی گفته قبلی عرض کردم که تقسیم بندی کردن، اینکه استثناس یه جا میتونه باشه این شاملش میشه، یه جای دیگه شاملش نمیشه، این نگاهی نیستش که به قول معروف کمونیستا دنبال میکنن. کمونیستا حق تعیین رو، هر حقوقی رو برای انسان‌ها در سطح کلی کاملا قبول دارن، استثنا نداره که این ملت میتونه اون ملت نمیتونه، چرا که همون جوری که خودت گفتی و واقعا هم لنین بود که بعد از انقلاب اکتبر این رو به عینه به نمایش گذاشت، یعنی عملی کرد این قضیه رو. اون میگه این حق دموکراتیک، حق تعیین سرنوشت پایمال شدنی نیست، یعنی یه چیزیه که باید بدون استثنا در مورد تمامیت مردم اجرا بشه. حالا ما بیایم اینجا، البته همون موضوعی رو و همون موردی رو که توی جریانات چپ ایران اشاره کردی، دقیقا اونا با این توجیه اتفاقا و با این عنوان که اونجا موقعیتش استثناست، در مورد کردستان نمیگن این رو، ولی در رابطه با مثلا بلوچستان میگن. یعنی بلوچستان انگاری گل و بلبل برقرار هست و به قول معروف همه چیز بر وفق مراده، یا در عرب قسمت عرب نشین ایران خوزستان، یا در آذربایجان، یا در دیگر مدیت ها. اینه که فقط باید به این مسئله پایت توجه داشته باشیم که اگر به همون شکلی گفتی در این سالگرد امروز که ما برمیگردیم بر مبنای اون خواستهایی که این خیزش انقلابی داشت، همونجور که خودت اشاره کردی در شعارهاشون منعکس بود، اگر بخوایم به اون شعارها، به اون نگاه، به اون خیزش وفادار باشیم، نباید تفاوتی برای بین ملت ها قائل بشیم و نباید قدمی از اون حقی که این ملیت ها ملل به قول معروف شاملشون باید بشه و حقشون هست که از اون حقوق دموکراتیک استفاده کنن، قدمی هیچ کمونیستی نباید عقب حق آموزش به زبان مادری و
باید به رسمیت شناخته بشه، همچون حق تعیین سرنوشت ملل، جامعه آزاد و برابر، همه حقوقش شهروندی به رسمیت شناخته بشه و هیچ انسانی به خاطر عقیدهش، به خاطر زبانش، به خاطر ملیتش، فرهنگش تحت تبعیض و ستم نباشه. به امید چنین جامعه‌ای در فردای سرمایه‌داری شوونیستی مردسالار جمهوری اسلامی.